حضرت آیت الله خامنه ای در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی الگوی الهام بخش از نظام اقتصاد اسلام را عینیت بخشد تاکید کردند. لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درونزا پیشرو و برونگرا تدوین و در 24 بند ابلاغ شده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت کمیته تدوین نقشه راه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این معاونت تشکیل شده و تا آخر سال سیاست‌ها اجرایی می‌شود و تدوین خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور هم گفت اقتصاد مقاومتی پلی برای رسیدن به اقتصاد پایدار است و دولت برای اجرایی کردن این سیاست‌ها که چراغ راه پیشرفت کشور است کاملاً آمادگی دارد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز ساعتی را با برخی نماینده‌ها، مشاوران و پیمانکاران فعال ساختمانی گذروند تا به مشکلاتشون رسیدگی کنه. نوبخت در این جلسه از تصمیم دولت برای پرداخت 2000 میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق مشارکت خبر داد، اما پیمانکارا از این خبر استقبال نکردند. این اوراق مشارکت رو همه میخوان برگشت بدن آقای دکتر. من گزارش های آوردم خدمت شما عرض میکنم، میدم خدمتون که این گزارش ها به این شکل هست که نه بانک ها قبول کردن نه کارفرماهای این اوراق مشارکت رو، یعنی همکارای ما حاضر شدن این اوراق مشارکت رو حتی برای ضمانتنامه به کارفرما بدن، کارفرما نپذیرفتن. کدوم کارفرما نپذیرفت؟ من دارم اینا رو میدم خدمتتون. بانک‌های مختلف در این مورد ارائه دادیم برای اینکه بتونیم اینها رو به عنوان پشتوانه اعتبار و پشتوانه ضمانتنامه استفاده کنیم. بانک‌ها جواب مستعد دادن. کدوم بانک؟ بانک‌های متعددی هست که اینجا میدم خدمتتون. بانک کارآفرین، بانک پارسیان، بانک بتون عرض کنم که پاسارگارد جواب رد دادن در این مورد که ما اینا به دلیل 4 ساله بودن ما بیش از 6 ماه نمیتونیم تعهدات اعتباری بدیم، باید 6 ماه یه بار اعتبارات اینها تمدید بشه و چون اوراق 4 ساله قابل تمدید قابل دسترسی نیست تا 4 سال نمیتونیم اینها رو استفاده کنیم، نه برای ضمانت‌نامه نه برای اعتبارات پشتیبانی اعتباری. و این در واقع اوراق مشارکتی که اغلب همکارای ما گرفتن آمدن اعتراض میکنن و اینها رو میخوان مسترد بکنن. در پاسخ به این گلایه ها نوبخت اول از نوع دیگه ای از اوراق به نام اوراق خزانه اسلامی گفت و توضیح داد که این اوراق همزمان کاهش ارزش پول رو هم جبران میکنند. نماینده دولت وعده هایی هم برای تضمین اوراق مشارکت داده شده داد. این اوراق باید بهای خودش رو داشته باشه، بنابراین باید براش خریداری تعریف بشه، گرچه در خصوص این که بانک ها اجازه ندارند که این اوراق رو مجدداً بلا فاصله ابتیا بکنن، اون هم به یک جهت واقع بینانه بود، اما اینکه اینها رو نشود برای ترهین به کار برد به عنوان اسناد بهادار به نزد بانک ها توثیق وثیقه کرد، این مطلبیه که ما باید جبران بکنیم. اونطور که پیمانکاران و مشاوران فعال ساختمانی گفتند پرداخت نشدن این مطالبات اونها رو با تامین اجتماعی هم دچار چالش کرده و دیگه تامین اجتماعی فهرست پیمانکارا و مشاورا رو قبول نمی‌کنه. موضوعی که مطرح شد اما در لابلای مشکلاتی مثل خسارت تأخیر پرداخت مطالبات، کمکاری و بیکاری مشاوران و پیمانکارا و رتبه‌بندی پیمانکارها بی‌پاسخ موند.